خب قاسم تو چی؟ سلام، خوبی؟ اومد میچ سلام بشه. سلام خوبی؟ سلام خوبی؟ بابک. آقا مجید باز میخواد بیاد بالا. من گفتم آقا مجید بالا هست، بیایم یه صحبتی دارم بکنیم که آقا مجید رفت. آره. نه سینا و رضا منتظره. آقا مجید بیاد. این آقا سینا میخواد بیاد. دیشب یه بحثی با هم داشتیم، حالا اگه میخوایم بگیم بیاد. من اومدم برنامه رو قطع نکنیم، فقط گفتم کشش بدیم تا یکی بیاد بالا. اشتباه کردی دیگه، اشتباه کردی. میخواد. چرا؟ آره. چون ما من در اصل لایو چت هم داشتم. اوکی. حرکت پوپولیستی رو داری تا احمدی نژادی. سینا رو بیارم بالا، بعدش هم میریم سراغ رضا. گفت تو با سینا صحبت داشتی پس باش اینجا. سینا سلام. سینا هستی؟ سینا جان. یه میزی یه موبیل داره یه تکونی میخوره. یه سو داشته. نه اون منم، اون منم. اون توی؟ اوکی اوکی. سینا؟ نه خب سینا صداش نیست. سینا شرمنده باید بذاریم. کامنت گذاشته میگه چی؟ من با گوشی هستم تو استریم یارد، ویدیوی شما رو ندارم. نرماله؟ نرمال که نیست، شما صدات نمیاد. نرمال که نیست، اگه صدام اونو داری نیستش. خیلی خب بریم سراغ رضا. رضا سلام. رضا هستی؟ رضا یک، رضا دو، رضا هم نیست. خب نه دیگه، نه دیگه، نشانه های اثبات وجود خداست دیگه. دیگه دو تا دو نفر پای سر هم اینجوری شده. قاسم تو هستی؟ من هستم. آقا خدا کارش چی زورش من نمیاد. حرکت ضد پوپولیستی زدم من یه جورایی، اینجا میکروفونا رو همه رو قطع کردم صداشو نگاد. حرکت شیطان و بزرگه دیگه، کارش نمیشه کرد. البته شوخی بود دوستان، فکر نکنم دست سی من ندارم. مجید جان بفهم. آرمین میکروفونت بسته. چی قد شدم واسه من اینجوری که گفتم خداحافظی ام اگه قرار بودم برم، بعدم قاسم اومد و گفتم یه سلام علیک کنین. یه موضوعی من که یه دفعه با بابک صحبت کردم، میخواستم یه 10 دقیقه رو ازتون وقت بگیرم که الان وقتش نیست دیگه، اصلا وقتش نیست. یعنی اون حسی که من داشتم برای اون میخواستم یه صحبتی رو بکنم دیگه یواش یواش گمرنگ که نشده، برای خودم که هستش ولی دیگه گذشته. فکر نمی کنم الان دیگه جاش باشه من اون صحبت رو بخوام. فقط خواستم ازتون تشکر کنم. الان هم چون دارم سیگار میکشم تصویری نمیدم. من داشتم. سیگار رو ترک کنین لطفا. سیگار رو ترک کنین. نمیشه، سختی بابا با این کارمانی که ما داریم. کم و زیاد میشه ولی ترکشی زیره. چی دیو؟ به به به. بی خدایان میدونن یه عمر بیشتر ندارن، یه زندگی بیشتر ندارن، بعد میان کوتاهش هم میکنن. انسان مجموعه تناقضات. کی گفته کوتاه میشه با این وضعیت؟ ببین آرمین، باز من الان اتفاقا این کاری که الان تو گفتی، من میدونم ریسک، شاید الان این حرفی که زدی منو بردی، الان مجبورم از همین صحبت استفاده کنم. من شوهر خواهرم و یه ماه پیش از دست دادم در یک حادثه، اصلا حادثه که چه عرض کنم، در یه موقعیت بسیار عجیب و غریب. یک آدمی که سیگار نمی کشیده، مشروب مثلا فقط تو جشن نگو. سالم مجید. سالم مجید. مجید. مثال مجید. نه استدلال و اینجور خوب نه استدلال نمیخوام بگم استدلاله. بابا گوش بده. میگم نمیخوام اینو بگم که سیگار خوبه یا سیگار بده، نه، ولی میخوام بگم زندگی به فقط اینجور چیزانی این ریسک رو ممکنه بالا پایین ببره. من متوجه میگم ممکن، بله 15% آدم ها به این مثلا مبتلا به سرطان مجید. میشن مجید الان هر آماری نشون، شما برو الان تا چیزش آمارشو بگیر، 15% آدم ها به مشکل اینجوری برمیخورن ولی به زیاده. بقیه شون هم کیفیت بین همه شون تعداد عمرشون، مقدار عمرشون میاره پایین نسبت. حتی کسی که سیگاریه و عمر زیادی کرده، اگه سیگاری نبود عمرش بهتر طولانی تر میبود. بابا دیگه 96 مثلا بیشتر میخواد چیکار کنه؟ اصلا مجید بذار منم حرف بزنم. خب ببین، فقط هم طول عمر نیست، کیفیت زندگیت هم داغون میکنه. همه تحقیقات اینو نشون میده. حالا تو برو مثال پیدا بکن، برو این مثال اون مثال، این اصلا به طور کامل واضحه، این غیر قابل رد، همه تحقیقات اینو نشون میده. سیگار هم کیفیت زندگی رو داغون میکنه، هم کیفیتش و هم
کمیتش، درست میگم؟ هم طول عمر کم میکنه هم کیفیتش. خب جفتش رو میداغون میکنه. مثالایی هم که میزنین اینا مثاله. خب آمار یه چیز دیگه است، تحقیقات یه چیز دیگه است. به این یک مغلطه است. بهش میگن قاسم ترجمه انکدوتال اوییدنس چی میشه؟ مغلطه که مثال تجربه میکنه. شخصی. مثال تجربه شخصی. اینا این روش نتیجه گیری نیست. میلاد ممنون از سپورتت، ممنون از حمایتت. $5 داد، میگه که هپی نیو ایر گایز. مرسی میلاد جان و سال نو تو هم مبارک. عزیزم این موضوعی نیستش که من بخوام پشتش گردیم ازش طرفداری بکنم. اگه میخوای سیگار بکشی این خیلی هم بده. دیدی که من قطع میکنم نگاه نکنم. من میبینی قطع میکنم که نگاه نکنم. من که نمیخوام از این طرفداری بکنم، ولی میگم زندگی نه، موضوع طرفداری سیگار نیستش که. نه اصلا نمیخوام بگم سیگار خوبه، میگم فقط داستان این نیستش که ما حتما سالم. یک مسائل دیگه هم قاطی میشه، ژنتیک هستش، اتفاقاتیه که یهو روزمره میفته. معلومه که چند تا کیلو مگه گفتی؟ آره. فقط سلامتی فقط با سیگاره؟ آره. نه سلامتی یکیش میتونه سیگار باشه و شما درست میگی، کامل درست. آره ببین سلامتی چند فاکتوریه، بسیار چیز متعدد زیادی روش نقش داره. خب ولی سیگار همیشه تاثیرش منفیه و تاثیر بسیار زیادی داره، بسیار زیاد و منفی داره. بقیه چیزا هم تاثیر دارن ولی تاثیر سیگار همیشه منفیه. خب تسلیم دستان بالاست، یعنی اصلا همینجوری الان به خدا دستان بالاست. میدونم آخه درست میگی. من مادرم هم به خاطر سیگار از دست دادم، مثلا با سرطان و اینا. متاسفم. آره این یه عمر بیشتر نداریم دیگه، اینو خرابش نکنید لطفا.